پروژه هارپ چیست؟ آیا همین دلیل زلزله‌های اخیر در ایرانه؟ های فرکانسی اکتیو ارولا ریسرچ پروگرام یا همون هارپ نام پروژه‌ایه که با فرکانس بالا یونسفر زمین رو فعالسازی میکنه. یونسفر آخرین لایه جو کره زمینه که از ورود پرتوهای خطرناک خورشید به طرف سطح زمین جلوگیری میکنه. پروژه هارپ کاری مشترک بین نیروی هوایی و دریایی آمریکا، دانشگاه آلاسکا و 15 دانشگاه دیگه. هارپ مجموعی از 180 آنتن آلومینیومی 50 متریه که در یک زمین 23000 متر مربعی نصب شدن. پروژه هارپ در واقع به لایه یونوسفر امواجی رو با فرکانس بالا میفرسته. امواج رادیویی با فرکانس بالا توسط هارپ به سمت این لایه شلیک میشه و قسمتی از این امواج شلیک شده در ارتفاع 100 تا 350 کیلومتری از سطح زمین توسط مولکول‌های هوا جذب شده که این امر سبب افزایش شتاب الکترون‌ها در این محدوده میشه و در نهایت سبب گرم شدن آنجا میشه. بعد از جذب این امواج، الکترون‌ها دیگه قادر به جذب فرکانس‌های بیشتر نیستن و فرکانس‌های زیادی رو به سمت زمین برمیگردونن که این امواج میتونن به سطح زمین، اعماق زمین و یا در عمق دریاها نفوذ کنن. این پروژه و کارایی آن در دوران جنگ سرد شروع شده است. در آن زمان زیردریایی‌های اتمی ایالات متحده و شوروی برای قدرتنمایی دریاها را می‌نوردیدند و ارتش آمریکا قصد داشت از طریق هارپ با زیردریایی‌های خود تماس برقرار کنه و همچنین زیردریایی‌های دشمن رو نیز شناسایی کنه. از زمان تأسیس این پروژه شایعات زیادی به وجود اومده. حتی در طی سالها نظریه پردازان توطئه داستان‌های زیادی درباره‌اش گفتند که بعضی از آنها جنبه علمی داشته و بعضی مانند یک افسانه بودند. بعضی از این نظریه ها عبارتند از کنترل آب و هوا، ایجاد خوشسالی، ارسال پرتوهای مرگ، زلزله و حتی کنترل ذهن مردم. اکنون بعد از زلزله های اخیری که در ایران رخ داده، این سوال مطرح شده که آیا هارپ دستی در این کار داشته؟ هارپ در فضاهای مجازی بر سر زبان هاست. سالا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد و در سال 2002 دولت آمریکا تحقیقات خود در این پروژه را برای مقابله با تأثیرات منفی یک انفجار اتمی در ارتفاع بالای جو زمین شروع کرد، چون آنها نگران بودند که اگر کره شمالی بمب اتمی را در 12 کیلومتری زمین منفجر کند، تمام سیستم‌های الکترونیکی و تمام ماهواره‌های زمین نابود خواهند شد. پژوهشگران هارپ قصد داشتن با استفاده از این سیستم الکترون‌هایی که از انفجار یک بمب اتم در جو رها میشه رو کنترل و جو زمین خارج کنن. حالا بریم سر سوالی که ذهن خیلی هامون رو مشغول کرده. آیا هارپ دلیل زلزله‌های اخیر ایرانه؟ بیشترین شایعاتی که درباره ارتباط زلزله و هارپ شنیده شده به سال 2010 برمیگرده. یعنی زمانی که زلزله کشور هایتی رو ویران کرد. بعد از این زلزله برخی باور داشتن که ردپای هارپ در این زلزله دیده میشه، چون برژینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران جیمی کارتر گفته بود هارپ سلاحیه بر ضد دشمنان واشنگتن. به اعتقاد او تکنولوژی‌ها به کشورهای قدرتمند و بزرگ اجازه میده تا جنگ‌های سریع و غافلگیرانه را شروع کنند. حتی هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا نیز زلزله هفریشتری هایتی رو نتیجه استفاده از پروژه هارپ دانسته بود و حال نیز خیلی هم معتقدن هارپ دلیل زلزله‌های اخیر در ایران بوده است. جالب اینجاست که نه تنها انگشت اتهام در ایجاد زلزله به سوی پروژه هارپ نشانه رفته، بلکه بعضی حتی هارپ رو در تغییرات آب و هوایی جهان نیز مقصر میدونن. کنترل آب و هوا به وسیله این پروژه مرموز توسط جسی ونچورا فرماندار سابق مینسوتا مطرح شد. او که مدتی در یگان ویژه نیروی دریایی ایالات متحده خدمت کرده بود، تحت عنوان نظریه توطئه این امکان را مورد بررسی قرار داده بود. منابع مختلف دیگری مانند نیروی هوایی آمریکا نیز درباره این مباحث مطالعاتی را انجام دادند، اما از آنجا که هیچ سند و مدرک علمی دال بر تأثیرات هارپ بر آب و هوای جهان وجود نداشت، هرگز به صورت عمومی اطلاعاتی منتشر نشد و توسط بسیاری از منتقدان به عنوان افسانه‌ای نظریه پردازان توطئه شناخته شد. زلزله جنبش و لرزش زمینه
به علت آن نیز آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سری در گسل‌های پوسته زمینه که در مدت کوتاه اتفاق می‌افته و رها شدن ناگهانی این انرژی از داخل پوسته زمین امواج ارتعاشی مختلفی ایجاد می‌کنه. در حالت کلی زمین لرزه هر نوع ارتعاشی رو در بر می‌گیره، خواه این ارتعاش طبیعی باشه و خواه توسط انسان ساخته شود. اکثر مواقع زمین لرزه ناشی از حرکت گسل هاست، اما میتوان ناشی از فعالیت های آتش فشانی، ریزش کوه، انفجار معادن، آزمایشات هسته‌ای و یا حتی بازگشت فرکانس های ارسال شده باشه. اما آیا این ممکنه که امواج بازتاب شده از یونسفر به اعماق زمین نفوذ کرده و در بخش هایی که گسل ها پتانسیل بیشتری برای آزادسازی انرژی دارن تأثیر بذاره؟ شاید بتوان اوج گرفتن شایعه تولید زمین لرزه توسط اسلحه هارپ رو به نوعی شبیه به زیاد شدن خبرهای مربوط به رویت بشقاب پرنده ها در دوران جنگ سرد دانست. در طی این دوران گزارش های بسیاری از رویت این اشیای نورانی توسط مردم و یا خلبانان هواپیمای مسافربری منتشر می شد که برخی آن را به موجودات فضایی نسبت داده و برخی از نظریه پردازان توطئه آن را به آزمایشات فوق سری ایالات متحده و یا شوروی مربوط می دونستند. با آنکه سوالات زیادی درباره موجودات فرازمینی همچنان بی پاسخ مونده، اما CIA با انتشار گزارشی در سال 2013 وجود هواپیماهای شناسایی یوتو رو در دوران جنگ سرد تایید کرد و این شاید اثباتی بر درستی گفته‌های نظریه پردازان توته و هر آنچه می‌گفتن بود. هیچ دلیلی وجود نداره که سازمان CIA در اسناد چند دهه آینده خود از وجود پروژه نظامی هارپ پرده بر نداره. اما اینکه تا چه اندازه این پروژه سری در آزادسازی انرژی درونی لایه‌های زمین و به دنبال آن ایجاد زلزله مؤثر بوده، داستانیه که همچنان بدون جواب باقی خواهد ماند. و شاید هم همین تئوری‌های غیر عادی و مضحک حقیقت باشه و در دل یک افسانه که بعدها فاش خواهد شد قرار گرفته است. شما چی فکر می‌کنید؟